سلام عرض ادب، امیدوارم حالتون خوب باشه. من محمد مهدی مؤمنی هستم و تو اولین ویدیو از سری ویدیوهای پاس کردن چالش های پرافورم و دریافت سرمایه برای ترید از پرافورم پراپیر و بررسی روزهایی که من میام معامله میکنم تا این چالش ها رو پاس کنم خدمت شما هستم. خب این اولین ویدیو هستش و قراره طی روزهای آینده هر روز من ویدیوهایی رو ضبط بکنم و با شما به اشتراک بذارم، از اینکه ما میان پرافورم رو بررسی میکنیم و توی چالش شرکت میکنیم، یعنی اون حق عضویت رو پرداخت میکنیم و شرکت میکنیم، قوانین رو با هم بررسی میکنیم و از دوشنبه تا جمعه هفته که روزهای معاملاتی هست و بازار فارکس باز هست ما معاملات رو رو حساب انجام میدیم و من با شما به اشتراک میذارم که با کمترین ریسک ممکن، تاکید میکنم با کمترین ریسک ممکن و توی بهترین حالت بتونیم این چالش مرحله اول پاس کنیم، بریم مرحله دوم و اون هم پاس کنیم و حساب ریل رو دریافت بکنیم. خب اگر توی این ویدیو هستین حتما از پرافورم ها آگاهی داریم و میدونیم چی هستن. پرافورم ها مجموعه و شرکتی هستن که میان به تریدرهایی که مهارتش رو دارن و برایند سودده دارن با رعایت یک سری چارچوب ها و درادان های روزانه و کلی و حالا یه سری چارچوب های دیگه مثل ترید کردن به صورت تکنیکالی نه با خبر و غیره، میان بهشون سرمایه میدن تا بتونن از این سرمایه استفاده کنن، هم خود مجموعه سودش رو برداشت بکنه هم تریدر سرمایه داشته باشه و سودش رو برداشت بکنه. خب من یه چیزی که همیشه خودم تاکید دارم و به دوروبریام هم میگم هر چیزی که اومد و داشت خدمت رسانی به کسی میکرد لطفاً ببین با چراهای زیادی اون رو بررسی کنی. یعنی چی؟ یعنی چرا داره به ما سرمایه میده. خب توی روی ما که ماه ندیدی که میاد به ما سرمایه میده، یکی همون حق عضویتی که داریم پرداخت میکنیم که براشون درآمد داره، یکی هم زمانی که شما اگر تریدر خوبی باشیم و چالش ها رو پاس بشیم و حساب ریل رو 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال داشته باشیم و باش ترید کنیم و برایان مثبت باشه، خب این مجموعه داره از سودی که شما میکنید سود کسب میکنه. درسته 80-20 یا 90-10 ولی همون 20% تا 10% با تریدرهای زیادی که داره مبلغ بالاتر میره و اولین راه درآمدزاییشون همون حق اشتراکی که همون اول دریافت میکنن. خیلی ها متاسفانه تو این چالش ها رد میشن و فکر من راحت ساده است ولی رد میشن، یعنی وارد این چالش ها که میشن خودشون اصلا میفهمن چی بودن، برایندشون چه جوری بوده و تازه خودشون اینجا سنجیده میشن برای خودشون. یعنی قبلش فکر میکرده تریدر خوبی بوده 4-8% که چیزی نیست بخوام بیام پاس کنم، میاد و اینجا اون حق عضویت اصطلاحا دیگه رفته و مجدد باید یه حق عضویتی بده که بخواد یه چالش جدیدی رو شرکت بکنه. برای همین منبع درآمدزایی دارن، یعنی میگم تو روی ما ماه ندیدن که بیان به ما سرمایه میدن. حالا از اون طرف یه بازی دو سربرد دیگه، یعنی شما قوانین چالش ها رعایت بکنین، قوانین ترید و اون چارچوب ها رو رعایت بکنین و سرمایه دریافت بکنین، برای همین مجموعه و هم شما که معامله گر سوده هستین اتفاقات خوبی میفته. خب توی این ویدیو میخوام چالش رو شرکت کنیم، اما قبل از اون میایم که چالش ها رو کنم بررسی میکنیم و قوانین با هم یک مرور کلی میکنیم، چون قوانین اینجا تایپ شده هستش خب و من میخوام همه رو توضیح بدم زمان بهر هستش، اما لازمه که شما حتما بیاین بررسی کنیم، مطالعه کنیم دقیق و توی هر کدوم که اگر با چارچوب و استراتژی خودتون مغایرت نداشت، یعنی نمیتونستین اونو انجام بدین، حتما بیاین یه جا برای خودتون بولدش کنین که خدای نکرده یادتون نره توی اون فعالیت که دارین ترید میکنین توی اون زمان و باعث نشه که چالش نقض بشه و نتونین چالش رو پاس بکنین. خب همونطور که میدونین برای شرکت در چالش ها شما میتونید سرمایه 5,000، 10,000، 25,000 و 50,000 دلار رو در حالت دو مرحله بگیرید. جت جامپ حالا با هم بررسی میکنیم و کاری بهش نداریم فعلا. خب نگاه کنین، ما میخوایم 10,000 دلار سرمایه بگیریم، حالا اینجا فرقی نداره.
توی هر کدوم از این حساب ها که شما دریافت میکنین یه سرور داره که مال بروکر روبو فارکس هست و فارکس تایم. ایتکپ هم تا چند روز پیش بود که حالا ایتکپ رو برداشتن برای حساب هایی که جدید میخوان بدن و گفتن که تا روزهای آینده برمیگرده. توی ایتکپ متا تریدر 5 بود. خب پلتفرم متا تریدر 4 و اهرم 100 فرقی نداره روبو فارکس یا فارکس تایم رو انتخاب کن، فقط توی بخش قوانین بروکرهاش برای اخبار قوانین مختلفی رو دارن که اونجا با هم بررسی میکنیم. نگاه کنید، شما تو مرحله اول 30 روز زمان دارین که چالش رو پاس کنین و به تارگت خودتون برسید. خب این توی مرحله دوم 60 روز هستش. تو مرحله اول شما باید به 8% تارگت برسین، اما تو مرحله دوم 4%، یعنی نصف مرحله اول. یعنی اگه من 10000 دلار سرمایه دارم، توی 30 روز اول باید 10000 دلار رو برسونم به 10800 دلار با رعایت قوانین و درادان ها. تو مرحله دوم باید 10000 دلار رو برسونم به 10400 دلار. حداقل روزهای تریدم 5 روز هست. یعنی برای عزیزانی که فکر بکنن حتما باید 30 روز معامله کنن، اینطوری نیست. یا اگه مثلا طی 10 روز اون سرمایه رو به 10000 دلار 5000 دلار به تارگت رسوندن، باید 30 روز بگذره که مرحله دوم رو بهشون بدن و مرحله دوم باید 60 روز بگذره که باز به حساب ریل بهشون بدن. اینطوری نیست، اشتباه فکر میکنی. شما فقط کافی 5 روز ترید کنین حداقلش. یعنی اگر من 3 روزم ترید کردم یا 5 روزم ترید کردم، مثلا 3 روز ترید کردم و حساب رو رسوندم به 10800 دلار به تارگت خودش رسوندم، کافی اون دو روز دیگه بیام مثلا معاملات یک صدم با حجم بسیار بسیار پایین باز کنم و سریع ببندم که فقط سیستم آنالیزگرشون اون روزها رو برای من حساب کنه که من 5 روز رو حساب ترید کردم. خب و بعد 5 روز شما درخواست رو بفرستین، اگر پاس کرده باشین بعد 6 روز 7 روز فرقی نداره، تا این 30 روز به 30 روز نرسیده، هر روزی که پاس کنید و براشون درخواست بفرستید دیگه 24 ساعت یا 48 ساعت خیلی زودتر این حد اکثرشه حساب مرحله دوم رو بهتون میدن. مرحله دوم هم دقیقا به همین طور هست. حد ضرر روزانه توی هر مرحله و حتی توی حساب ریه 5% به صورت روزانه درادان هست و 12% به صورت حد ضرر کلی هست. یعنی 5% رو 10000 دلار شما مجازین که 500 دلار سقف ضررتون در یک روز باشه اگه شما حد ضرر کلیتون رو نزده باشین، یعنی تازه میخواین یه 500 تا ضرر بدین، حد ضررتون برسه به 500 دلار تا 10 دلار 500 دلارشو ضرر کنین، چالش رو نقض کردین. من همینجا که دارم اینجا توضیح میدم از قوانین اینجا دارم میگم. و اگر در کل مثلا دو روز 5% ضرر کردیم میشه 10% حساب، یه 2% دیگه مجازین فقط ضرر کنین. اگه اون 2% هم دیگه ضرر کردیم و 1200 دلار از بالانس اولی حساب کم شد، شما چالش رو نقض کردین. خب تو مرحله دوم و حساب ریل هم به همین صورت هست. فقط میگم تفاوتی که داره اینجا تارگت سود شما 8% و تو مرحله دوم 4% و حساب ریل هم که حداقل یا حد اکثر تارگت سودی نداره، یعنی هر چقدر گرفتین نوش جونتون. خب پس ما باید تو مرحله اول بکنیم 10800 تا، تو مرحله دوم باید بکنیم 10400 تا، توی حساب 5000 تای اول باید بکنیم 5400 تا و در مرحله دوم باید بکنیمش 5200 دلار. خب قوانین مقررات هم اینجا نوشته شده و اینجا یه توصیه‌ای که هست، توصیه می‌کنیم ابتدا چالش‌های 5000 دلاری شروع کنیم و به دست خودتان حتی قبل از خرید چالش برای حساب‌های دمو استراتژی خود را تست کنید و سوده اطمینان حاصل نمایید، سپس اقدام به شروع چالش کنید. خب خیلی روک و پوسکنده، یعنی قبل از اینکه بیاید حق عضویت 85 دلار رو برای حساب 10000 دلاری از ما بگیره، خودشون دارن میگه، دارن میگن که اگه به خودتون مطمئن نیستین مثلا اول رو حساب‌های دمو استراتژی خودتون رو تست کنید. یعنی برای تریدرهای آماتور تازه کار مناسب نیست. خب نگاهی تازه کار هم دو نوع داریم. من تازه کار کسی منظورم هست که تازه اومده و داره یاد میگیره، اما یه تازه کار هست که رفته کل آموزش ها مثلا پرایس اکشن تمامی آموزش هاشو به خوبی گذرونده، کلی نکته برداری کرده، کلی تمرین کرده. من به تمرین خیلی تاکید میکنم، کلی تمرین کرده و الان میخواد بیاد اینجا شروع کنه. خب قطعا این تازه کار با اون تازه کار فرق بکنه.
پس لطفا اگر بچه ها نمیدونین که به استراتژی خود مطمئن نیستید، نمیدونین قرار از کجا شروع بکنین، اصلا نه این حق عضویت رو ندید و جالب نیست که برای همون اول بیاین حساب کلا ریل دریافت بکنین، بعد یه مدت زمانی بگذره و شما تجربه کافی رو داشته باشید. خب بیایم اینجا قوانین رو بررسی کنیم. خب نگاه کنید، قانون مرحله اول هست، مرحله دوم هم که گفتیم، قوانین اکانت پراپی یعنی اکانت ریل رو که دریافت کردیم، اکانت ها بازم دمو خواهند، یعنی همونطور که تو اینجا اکانت های دمو به شما داده میشه، باز هم تو حساب ریل هم اکانت دمو به شما میدن. حالا اینکه اگه اون پشت پردش دیگه ریل رو ما کاری نداریم، شما هر چقدر همون دمو اپسود کنید تو پنل آنالیز مشخص میشه و نشون میده سنت به سنتشو و شما میتونید سودتون رو برداشت کنید. محدودیت زمانی نداره، تارگت سود نداره، درادان مجاز روزانه 5%، درادان مجاز کلی 12%، حداقل تعداد روزهای ترید هم نداره، میتونید یه روز ترید بکنین، سود یه ماهتون رو کردین و آخر ماه سودتون رو برداشت کنید. فقط تقسیم سود 80% هر دو هفته یک بار، اما برداشت سود اول 30 روزه، یعنی باید زمانی که حساب ریال رو دریافت میکنین 30 روز از دریافت حساب ریال گذشته باشه که بخوان سود اولتون رو بهتون بدن. این عملا خودش یک چالش سومی محسوب میشه. چرا؟ چون شما اومدید مثلا مرحله اول رو پاس کردید هفته اول یا هفته دوم، توی دو هفته دیگه شما این مرحله دوم رو پاس کردی، یعنی 3 هفته 4 هفته زمان بود که این دوتا مرحله رو پاس کنید. دیگه اونجا فکر نکنید، دیگه حساب ریال رو گرفتین و آخ جون و هر روز ترید کنم، نه، باید اون استراتژی خودتون رو بچه حفظ بکنید. خیلی خیلی مهمه. نگاه کنید، یعنی شما مرحله دوم هم پاس کنید، حساب ریال رو بهتون میدن، اولین برداشت سودتون 30 روز بعد از دریافت حساب ریالی، یعنی با 30 روز دارین آزمایش میشین، اما تارگتی نداره این 30 روز. خب و عملا دیگه اونجا دارن میان ببینن که روان شما چجوریه، و اگه اینو میتونستن بذارن که حساب ریالو دریافت کردی اولین سود 10 روز دیگه برداشت کن، چون خیلی ها توی مرحله سوم هستن که شکست میخورن، دوتا مرحله رو پاس میشن، مرحله سوم که دیگه میدونن حساب ریال رو دریافت کردن خیلی خوشحالن و دیگه فکر کنن تموم شده. نه، چنین چیزی نیستش. توی اون 30 روز خیلی باید حرفه‌ای باشین، خیلی باید خوب عمل بکنین، خیلی باید به قوانین و اون چارچوب خودتون احترام بذارین و منضبط باشین که کار خطایی نکنین و فقط همون عادتهای خوبتون رو تکرار کنین که اینجا سوتی ندین و شاکه از دستتون بره حساب. اوکی؟ چون اگه اینجا هم تو حساب ریال هم اگه شما از اون 5% بیشتر ضرر بکنین، از اون 12% رو رد بکنین، حساب رو نقص کردین دیگه، یا اگه قوانین دیگه که حالا در ادامه مطالعه میکنیم و رعایت نکنین، حساب نقص شده دیگه. اصلا مهم نیست مرحله اولی یا مرحله دوم، اینجا بدتر اتفاقا، چون حساب واقعی به شما دادن. خب یه قوانین احراز هویت هست که میبایست بعد از اینکه چالش ها رو پاس شدین، خواستین سودتون رو برداشت کنین، مدارک خودتون رو از طریق پنل کار برای ارسال بکنین که شما احراز هویت بشین تا بتون سود رو براتون به صورت ارز دیجیتال واریز بکنین. تتر و لایت کوین بود فکر بکنم، حالا در ادامه میبینیم. خب قوانین اطلاعات اکانت چالش، شما بچه ها نمیتونین که اکانت هایی که تو هر مرحله از چالش، چه مرحله اول چه مرحله دوم چه حساب ریال در اختیارتون هست رو عوض بکنین، چه اینوستور پسوردش رو چه پسورد اصلی رو عوض بکنین، نقض قوانین صورت گرفته و چالشتون دیگه پاس نمیشه و مردود میشه. قوانین محاسبه زمان شروع چالش، خب نگاه کنین، من الان میخوام بیام مثلا اینو پرداخت کنم و دریافت کنم، اطلاعات حسابو برای من بعد 10 دقیقه 15 دقیقه ارسال میکنن، اما 30 روز زمان بود دیگه حد اکثر که من بخوام این چالش رو پاس بکنم، این 30 روز از زمانی برای من شمارش گرش میخوره که من اولین تریدم روی حساب انجام بدم. یه پنل آنالیزشون خدا رو شکر خیلی پیشرفته است و تا الان که من بررسی کردم
ایرادی نداشته و خیلی دقیق عمل میکنه و شما وقتی حساب رو براتون دریافت کنن لاگین هم میکنین، اما اولین ترید رو انجام ندی این 30 روز صورت شروع نمیشه. و مثلا من پرداخت میکنم میرم 20 روز دیگه میام شروع میکنم، یا اصلا 30 روز دیگه میام از زمانی که اولین تریدم رو بکنم، اون 30 روز یا این 60 روز برای من شمارشگرش آغاز میشه. قوانین درادان رو بچه ها بیاییم با هم بررسی کنیم که اینجا بررسی کردیم، حالا میاییم اینجا مطالعه میکنیم. مبنای محاسبه درادان روزانه، بالانس شروع روز و مبنای درادان کلی بالانس اولیه حساب است. یعنی بچه ها شما اگر در روز حساب 10,000 تا رو که میگیریم هیچ، خب حساب مثلا میشه 9,600-700 دلار، از روز بعدش بالانس ما 9,600-700 دلار دیگه ضرر کردیم، اون 5% برای 9,600-700 دلار حساب میشه ها، مثلا 9,700 دلار. خب نه دیگه برای 10,000 تا، فکر نکنین دیگه باز اجازه 500 دلار ضرر کنین، نه دیگه 500 دلار میشد 5% 10,000 دلار، ولی مثلا حساب شده 9,700 دلار، شما مجازین که 485 دلار ضرر کنین. خب پس دقت بکنین. اما مبنای درادان کلی بالانس اولیه حسابه. باز برعکس، مثلا حساب کردین 10,500 دلار، خب قرار شد 12% درادان کلی داشته باشیم دیگه، اما این 12% همون 1200 دلاره، یعنی روی همون 12% 10,000 دلار انجام میشه، این 12%ش میشه 1260 دلار، اما 12% 10,000 دلار میشه 1200 دلار. پس اگه حساب میشه 11,000 دلار بشه 12,000 دلار، شما مجازین که به صورت کلی 1200 دلار ضرر بکنید. خب در طول یک روز ترید نباید اکویتی حساب به پایین داد 5% بالانس شروع روز برسه. خب بچه ها من اگه متا تریدرم رو باز بکنم، اکویتی رو حتما میدونین چی هستش دیگه. نگاه کنید این با این حساب الان بالانسش 344 دلاره، اکویتیش هم 344 دلار، دقیقاً یک. حالا من یک معامله باز میکنم و این معامله میره توی مثلا 10 دلار سود، بالانس همون 344.61 ثابت میمونه تا زمانی که معامله بازه، اما اکویتی دائما با معامله جمع یا تفریق میشه و تغییر میکنه. یعنی اگه من 10 دلار توی سود هستم، اکویتی من میشه 354.61، یا اگه 10 دلار تو ضرر باشم میشه 334.61. حالا دیگه کمیسیون و اسپردش و اینا رو کار نداریم. خب پس فکر نکنین که حتما اینجا اوورده شده که باید تو 500 دلار ضرر اگر بسکین، یا 1200 دلار اگر ضرر، 1200 دلار که اصلا بسش جدا، شما تو روز نمیتونی 1200 دلار ضرر کنی، فقط اجازه دارین 500 دلار ضرر کنی اون 5%. خب فکر نکنیم مثلا من معامله باز کردم، بعضی که من معامله باز کردم خب رفته تو 600-700 دلار ضرر، اما بعد برگشته و من حتی توی 500-600 دلار سود بستمش، نه نقص قوانین شده. اگر اون 500 دلار رو رد کرده، اون 5% رو رد کرده، نقص قوانین صورت گرفته. خب پس فکر نکنیم حتما باید معامله باز، معامله بسته بشه، معامله باز شما، مجموع معاملات شما به طی 500 دلار و اون 5% ضرر بره، شما چالش رو مردود میشین. خب اگر در طول یک روز بالانس اکانت با سود بیشتر شود، همچنان مبنای محاسبه درادان روزانه بالانس شروع خواهد بود. خب اینو که گفتم، یعنی شما فقط میتونید رو مثلا 10,000 دلار همون 1200 دلار رو ضرر بکنید. پس به این توجه داشته باشید، یعنی اجازه ریسک بیشتری خواهید داشت. به این مثال بالانس شروع رو 10,000 دلار باشه و در طول روز بالانس حساب به 10,200 برسد، حالا شما 700 دلار امکان ریسک در طول همان روز رو خواهید داشت. خب این به صورت روزانه بود، اما به صورت کلی درادان کلی حساب 12% است که از بالانس شروع اکانت محاسبه می شود. برای روزانه بچه ها ما 5% ثابته همیشه، یعنی من اگه حساب الان کردم 10,000 دلار بود، 10,000 دلار 500 دلار اجازه درادان روزانه داشتم، وقتی شده 11,000 دلار اینجا دیگه میشه 550 دلار من مجازم ضرر کنم. اوکیه؟
خب اما اون درآمد کلی همون 10% اولیه حساب باقی میمونه. قوانین اکستند حساب یعنی چی؟ اگر تریدر در زمان چالش خود نتواند به تارگت سود برسد و درادان ها را رعایت کرده باشد و حداقل تعداد روزهای معاملاتی چالش را انجام داده باشد و بالانس حساب مثبت باشه میتوان درخواست اکستند حساب را اعلام نماید. در این صورت بعد از بررسی حساب 10 روز به پایان زمان چالش وی اضافه در نظر گرفته می شود. مثلا من اومدم شروع کردم با این 10,000 دلار حداقل 5 روز تریدم و انجام دادم و حساب مثلا هست 10,050 دلار 10,100 دلار اما به اون 10,800 دلار هنوز نرسیدم و مدت زمان 30 روزم هم تموم شده. میتونم درخواست اکسند حساب بدم با این شرایطی که اینجا عرض شد و میتونین حساب رو 10 روز به مدت زمانش حساب میکنه که میتونین پیش برین تا بتونین چالش رو پاس کنین. واریز برداشت از طریق ارزهای دیجیتال لایت کوین و تتر انجام میشه. در زمان برداشت سود تریدر درخواست برداشت سود را به پراپی اعلام میکند و بعد از بررسی وضعیت اکانت تقسیم سود صورت میگیرد. مثلا حساب رو 10,000 کردیم مثلا 11,000 دلار، حساب ریل رو 800 دلارش برای شما و 200 دلارش هم برای پراپی و برای تریدر واریز میشه و اکانت برای شروع مجدد ریسیت میشه. خب طبیعه دیگه، 10,000 دلار شده 11,000 دلار، 1,000 دلار درخواست برداشت دادین، محاسبه و تقسیم سود انجام گرفته، دوباره حساب 10,000 دلاری بهتون میده، این سود دیگه ازش کم میشه. در صورت احراز تخلفات حقی هیچ گونه برداشت به تریدر نخواهد بود. برداشت‌ها در هر زمان دلخواه شما به صورت اتوماتیک پردازش شده و در کمتر 24 ساعت اکانت ریل جدید را دریافت خواهید کرد. بچه‌ها شما دوبار توی ماه میتونید برداشت سود رو انجام بدین. خب نمیدونم 14 و 28 ماه میلادی هستش. آره فکر میکنم. خب حالا اما مثلا من امروز آقا حساب رو کردم مثلا 10,000 دلار کردم 10,500 دلار یا 11,000 دلار، میتونم 1,000 دلارمو الان درخواست برداشت رو بزنم و یه حساب 10,000 تایی جدید به هم میدن، یعنی حساب ریسیت میشه. اما 1,000 دلار دیگه طی زمانش برای من واریز میشه، مثلا اگه 14 قرار بوده یا 28 برای من واریز میشه و دیگه عملا اون رفته تو صفحه برداشت، ولی طی مده باز نباید تخلفاتی صورت بگیره. برای اولین برداشت باید حداقل 30 روز از زمان دریافت حساب ریل گذشته باشد که این زمان از برداشت دوم به 14 روز کاهش می‌یابد. نگاه کنیم، من حساب ریل مرحله اول دوم پاس کردم، حساب ریل رو دریافت کردم و 30 روز بگذره بچه که من بتونم سود اولام برداشت کنم و این عملا خودش آخرین و سخت‌ترین چالش ها. یه چیزی بگم، وقتی شما دیگه باید ترید بکنی، این که الان این سودو بکنم دیگه خوب میشم یعنی اصلا دیگه قوانین رعایت میکنم، این خدای این معامله دیگه سود شد دیگه من تحقیق میکنم یعنی اتفاق آموزش، اینجور چیزا نیست. اینجا اصلا خبر از اینجور چیزا نیست. اگر رو حساب خودتون هر کار میکردین اینجا دیگه نمیتونی این کار رو بکنی. یعنی منم اگه میخواستم به کسی سرمایه بدم یا خودتونم اگه میخواستم به کسی سرمایه بدین 10 برابر این قوانین رو میومدین براش مینوشتی که مجبور رو ازش 10 تا امضا میگرفتی که حتما همه اینا رو رعایت بکنه. و کلا به اینا کار نداشته باشیم. ترید همینه، همیشه چه تو مرحله اول چه تو مرحله دوم چه تو مرحله سوم، یعنی حساب ریال چه 2 ماه بعد دریافت حساب ریال، 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال باید قوانین رو رعایت بکنین دیگه. تا این سودتون رو برداشت میکنین بخواین به مثلا زندگیتون بزنین کاری بکنین، حالا پول دیگه، خب پول هم الان به سختی به دست میاد. به هر حال باید هر کاری که میکنین اصول و چارچوبی داشته باشه، مخصوصا ترید که دیگه اگه چارچوب و اصولش رو رعایت نکنین به ضررتون تموم خواهد شد. خب اینا که کار نداریم، شرایط تغییر بروکر. شما بعد از پاس کردن یکی از مراحل میتونین درخواست بدین که مثلا بروکرتون تغییر بکنه یا بعد از برداشت سود در حساب ریه و در شرایط ریست حساب ریه. فقط در یکی از این 3 شرایط میتونید تغییر بروکر اعلام کنید. مثلا وسط چالش نمیتونید، وسط حساب ریه که سود برداشت نزدید نمیتونید، بعد مثلا تکلیف اون حساب و تکلیف اون سود تکلیف اون چالش مشخص بشه که شما بتونید سودی رو
برداشت بکنید. خب قوانین ریفاند یعنی همه حق عضویتی که اول پرداخت کردین و یه سال $10,000 اینجا $85 هست. بعد از عبور از دو مرحله چالش با اولین برداشت سود ریفاند 100% به تریدر از طریق ارزهای دیجیتال انجام میشه. یعنی سود اولتون که میخواین برداشت بکنین و پراپی میخواد سود اولتون رو بهتون بده، اون حق عضویتی که اول پرداخت کردین رو هم 100% کامل بهتون برمیگردونه. خب بچه قوانین هج کردن، شاید قوانین سبک ترید ممنوع، اینا رو لطفا خودتون بررسی کنید، چون همه الان ویدیو شده نزدیک 30 دقیقه و خیلی طولانی میشه من بخوام همه رو بررسی بکنم. خب این من بازم نصفش همه و اصلیاشو گفتم، چیزی که واقعا لازمه و ممکن بود یادتون بره و یه چیز دیگه تصور داشتین رو گفتم که اون تصورتون اینا درست بشه و دیگه اشتباهی نکنید. خب بقیه‌اش مثلا قوانین مارتینگله. خب نگاه کنید، استفاده از مارتینگل مشکلی ندارد. مارتینگل بچه‌ها حالا بررسی میکنیم، مثلا من میام توی چارت بیارم به عنوان مثال مارتینگل، حالا برای خیلی ها اشتباه جا افتاده، مثلا من میام اینجا معامله سل میگیرم با این حد ضرر. خب حد ضرر رو من اینجا میخوره، بعدش میام مجدد اینجا وارد معامله میشه با دو برابر حجم معامله قبلیم، باز مجدد اینجا حد ضررم میخوره، باز اینجا میام وارد میشم با یه حد ضرر دیگه با دو برابر حجم قبلی، مثلا اینجا با 1000 تا وارد شدم، اینجا 2000 تا، اینجا 4000 تا، اینم حد ضررش میخوره. باز میام با دو برابر حجم قبلی، مثلا این 1000 تا بود 2000 تا شد 4000 تا، با $8000 وارد میشم که مثلا این برگشت همه سود من جبران میشه. اصل مارتینگل این هستش. خب اما منظورشون کم کردن میانگینه، یعنی مثلا من همینجا این نقطه یک ورود انجام دادم $1000، معامله هنوز باز رفته تو سر سل گرفتم، مجدد اینجا یه $500 یا $1000 دیگه میزنم، باز مجدد این بالا یه پله دیگه وارد میکنم، عملا میانگینم از اینجا اووردم به بالاتر، این وسط ها مثلا گذاشتم، بستگی به حجمی داره که هی بالاتر اضافه میکنم. خب میگه مارتینگل اشکالی نداره با اون رایت درادان ها دیگه. خب اما اگه قراره رباتی هم شخصی که ربات خودتون هست و خودتون کد نویسیشو انجام دادین و درستش کردین روی حساب فعال کنین، بعد بهشون بدین ربات رو بررسی کنن، مطمئن شن که ربات خودتون هستش و یه سری درادان ها اینا رو روی ربات قبلا تنظیم کردین بررسی کنن تا بهتون اجازه بدن، یعنی مشکلی نداره. بعد این رو هم که خب در رابطه با اینترنت و قطعی بروکر هست، اینا مطالعه داشته باشین که میگه به پای خودتون هست. خب و پیشنهاد کرده از این اینترنت ADSL و اینا استفاده بکنید. خب از اینترنت TD-LTE برای گوشی هست، خب یا مودم های ایرانسل همراه اول مودم هاش هست، خب میتونه خیلی براتون اگه جواب باشه که مثلا حتی دارین از اینترنت سیم کارت استفاده میکنید روی این مودم ها استفاده بکنید، صرفا گوشی رو نهیم به لپتاپ و سیستم وصل نکنید، ممکنه قطعی داشته باشه. خب قوانین بازگشت وجه چالش هم این بالا گفتم. بازگشت وجه چالش فقط در صورتی انجام میشه که شخص اکانت چالش رو ایجاد نکرده باشه. البته این چیزی هست. یعنی چی؟ یعنی من الان آقا حق عضویت پرداخت و پشیمون شدم به هر دلیلی، اگر درخواست دریافت حساب رو نداده باشم و چالش جدیدی رو شروع نکرده باشم به هم برمیگردونن. خب محدودیت معامله در زمان اخبار قیمه در بروکر ایدکپ هستش که گفتم ایدکپ رو در حال حاضر برداشتن. شرط افزایش سرمایه هم اینجا آوردن بعد از گذشت 3 ماه از دریافت حساب ریال، ما فعلا به این کار نداریم. خب همه چیو بررسی کردیم، این ویدیو هم 30 دقیقه شد، بریم توی اینجا و ما دیگه شروع کنیم دریافت بکنیم چالشو. بچه من میخوام چالش $10,000 رو دریافت بکنم. خب و تا
تاریخ رو هم برای شما عزیزان بیارم، امروز 30 مرداد ما هستیم خب، و دوشنبه اولین روز شروع معاملاتی هفته هست. خب کد تخفیف که ندارم، پرداخت رو میزنم. خب من پرداخت رو انجام دادم، بعدش با چنین صفحه‌ای مواجه میشیم. تراکنش با موفقیت انجام شد. خب نگاه کنین اینجا که شما دیگه حساب 10,000 دلاری من درخواست دادم، روبو فارکس دمو و پلتفرم متا تریدر 4. میام قسمت شرکت در چالش جدید رو میزنم، اینجا که البته پرداخت کردیم، باید بیام چالش های من یا فکرم درخواست، نه اینجا بله نوشته که مدت زمان ساخت حساب بعد از ارسال درخواست اهل 15 دقیقه میباشه. من اینجا یک سفارش دادم، این دیگه اینجا برام ثبت میشه، بالانس 3000 تا سرور روبو فارکس. خب سرور روبو فارکس هم انتخاب کردم. اگر اینجا پشیمون شدی بهشون بگین که قبل از اینکه درخواست رو بفرستین بگین که براتون تغییر بدن. ارسال درخواست برای ساخت حساب رو میزنم. خب بعد 10 دقیقه الی 15 دقیقه منتظر بمونیم که درخواست ما پاسخ بدن و حساب رو در اختیار ما قرار بدن. خب ما درخواستمون رو دادیم، مدت زمانش هم گذشت. بخش چالش من رو رفرش میکنیم، میبینیم که چالش مرحله اول ثبت شده و حساب رو در اختیار ما قرار دادن. خب من جزئیات حساب رو میزنم. اینجا شماره حساب هست و سرور، پسورد، اینوست و پسورد و پلتفرم. از اونجایی که من متاتریدر 4 رو ندارم و متاتریدر 5 دارم، باید نصبش کنم و وارد اکانت بشم. خب وارد اکانت که بشین، یه بالانسی داره 10,000 دلار شروعش هست و با همین مشخصاتی که اینجا و این سروری که گذاشته ورود میکنید و چالش هنوز شروع نشده، با اولین ترید شروع میشه. خب و وضعیت در انتظار اولین تریده. بعد از اون که ما اولین تریدمون رو کردیم و حالا معاملاتی صورت گرفت، من مجدد ویدیویی ضبط میکنم و میام معاملاتی که انجام دادم رو بررسی میکنم و حالا اونجا میام از همین پنل پراپی، پنل آنالیزش رو هم بررسی میکنیم که ببینیم به چه صورت هست. پس بچه ها توجه داشته باشین، قوانین رو حتما حتما دقیق مطالعه کنین و گفتم اونجایی که با استراتژی شما مغایرت نداره و فکر میکنیم میخواد اذیتتون بکنه، یعنی اذیت که چیز خاصی نیست که اذیتتون بکنه، یعنی طبق اون چارچوب شما نیست، حتما رعایت کنیم و تغییرش بدیم و با یک تغییر تو استراتژی جلو بریم. خب این ویدیو هم طولانی شد اما لازم دونستم همین موارد رو بگم. سری ویدیوهای بعدی رو هم دنبال بکنین و که ما بتونیم مرحله اول پاس بکنیم، مرحله دوم رو هم پاس بکنیم و حساب ریال رو دریافت بکنیم. اونجا هم من خدمت شما هستم. خیلی مخلصیم. اوقات خوبی رو داشته باشیم.